سلام با فراخبر با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید در این برنامه. تکمیل نبودن نصاب در مجلس باعث ابقای رئیس امنیت ملی شد. خودشان اقرار کرد وکیل صاحبا که رئیس صاحب اطلاع در مورد موضوع کانتیننتال داشت. اصلا یک بحث جدی نیست. من فکر میکنم آقای استانگزای پس دوباره به دفتر خود میره و این بحث ختم کنین بهتر است. که چیرته بیا جنجال که نجوره ای بیا یه چوک دل تلچانه کم هم ندی او دا غیر قانونی چیزا بیا من منوم نه. و محکومیت یک مرشد هندی با حبس ابد به اتهام تجاوز جنسی به یک دختر. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان با سادگی از استعضای مجلس نمایندگان بیرون آمد. ناتوانی معصوم استانگزای در جلوگیری از افزایش حملات هراس افغانانه در کشور، پرونده سازی برای چهره های منتقد حکومت، برخورد های سلیقه‌ای در گماشتن افراد و ترورهای مشکوک کارمندان امنیت ملی در شماری از ولایت ها از جمله اتهام هایی بودند که پای معصوم استانگزای را به استعضا کشانیدند. اما رئیس عمومی امنیت ملی از 66 رأی ریخته شده در صندوق ها توانست 44 رأی و 19 رأی تایید به دست آورد و اما به علت تکمیل نبودن نصاب لازم در مقامش باقی ماند. در این برنامه مهمانان من آقایان فرهاد مجیدی و عبدالقادر زازای و تندوس نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان هستند و بیشتر به بحث می‌پردازیم. سلام شما، خیلی خوش آمدید آقای مجیدی. چرا این گونه شد؟ اول امضا جمع شد، استعضا هم صورت گرفت، اما در زمان رأی گیری خیلی از نمایندگان مجلس ترک گفتند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده عزیز و محترم تلویزیون ترو نیوز. خب مطابق با اصول و قانون مجلس نمایندگان و اعضای مجلس نمایندگان این حق دارن که از اون بخش که قانون برایشان در نظر گرفته به حق نظارتی خود استفاده بکنن و مسئولین مورد بازپرس، بازخواست همیشه و تحت نظارت قرار بدن که ما در شک، در شکلیات، در مجلس ما مجلس های میشه که استجوابیه، استماعیه و مجلس استیزاره مسئولین فرا بخوانیم و ازشان و در این مجلس باید به مردم افغانستان پاسخگو باشن. امروز اتفاقی که افتاد خب اگرچه قابل پیش بینی بود، از قبل تعداد مخالفت میکردن با کلیات بله. که من قطعا با او مخالف هستم که این حق نماینده مردم دارن مطابق با قانون. قانون برشان حق داده که مجلس استیضاء استماع و یا استجواب ترتیب بدن و مسئولین فرا بخوانن برای پاسخگویی بله. اما در جزئیات من قطعا با این برنامه مخالف بودم که من طرفداری بودم که نماینده های ما از او حق دادن رأی خود استفاده میکردن و قطعا اگر قابل تایید بود برای استانگزای رأی تایید میدادن، ولی این برخلاف او برنامه پیش رفت و همو جریان اتفاق پس پرده را اگر لازم باشه بعد میشه که توضیح بدم. در مورد او بحث میکنیم آقای اعزاز، شما از جمله کسانی بودین که خیلی هم طرفدار استعضای رئیس امنیت ملی نبودین در مجلس و جمع همکاران شما در مجلس، چرا میخواستین که آقای استانگزای به مجلس فراخوانده نشن و استعضا نشن؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض خدمت بینندگان عزیز. بله، من مخالف استعضا بودم و زیاد مخالف که شدم بعد از وضاحت دادن جناب رئیس امنیت ملی آقای استارگزای. قانون اساسی به ما اجازه داده، وصول وظایف داخلی به ما اجازه داده، در او شما دیدید ما بحث نکردیم. زمانی که آقای استارگزای به وضاحت پرداخت، بعد از وضاحت ما مخالفت خود با استعضا و یا سلب اعتماد آقای استارگزای پرداختیم. چند دلیل داشت. دلیل اول، ماده 91 و 92 قانون اساسی درست است که استعضا از صلاحیت های استعضا، استجواب و استماع صلاحیت های ولسی جرگه افغانستان است. اما از این حق تقریبا یک ده گذشته بودن. نه، من میگم
مگرم در اونجا باز گفته که دلایل معجب بوده باشه. از این که دلایل بیشتر میشه که خونین ترین مداخله در زمان تصدی آقای استانگزای کابل، اگر این دلایل ذکر میکرد در استیزا، باز اون باید وضاحت میداد. مگم شما دلایل استیزا را اول ببینین. چی بوده دلایلش؟ دلیل اولشی بود که شما چرا در مسائل سیاسی غرض میگیرین، شما چرا مزار رفتین، شما چرا در اون مذاکرات رفتین، شما چرا در این مذاکرات رفتین. اصلا اصولا حق بله 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 در کجای معمال باز در حال که رئیس جمهور تاکیدش است که نهادهای امنیتی ما باید سیاسی نباشه. ببینین در کجای قانون اساسی و در کدام قانون است که رئیس امنیت ملی نمیتونه به خاطر رضا کردن و یا مذاکره کردن با یک والی یا با یک رهبر سیاسی کشور اینا نمیتونن برن امرایشان بشینن. من امروز گفتم برای استیزا کننده که شما مو مادر به ما بخوانین ما طرفدارتان میشم، مگرم هیچ جای مادر خوانده نتونست و نه هست دیگر. یک موضوع ببینین، نه ببینین، ما مثال دیگه که دادم که تمام استخبارات های جهان اونا پالیسی سیاسی داخلی را اونا پیش میبرن و پالیسی سیاسی بیرونی را اونا پیش میبرن. شما ببینید در منطقه آیسای ما مثال دادم، سیایی را مثال دادم، یعنی اونا بیرون مرز قدر فعالیت میکنه، در داخل خود که فعالیت میکنه اونا لای دست ببین این خود دلایل است که من میگم و اگر در قانون کدام ماده است که من امروز برشان گفتم که متاسفانه جواب نداد که بگه که نمیتونه یک موضوع. نه من اجازه بتین شما که من دلایلش برمیگردم به شما. نه دو دلیل دیگه مانده. دلیل دومش این بود، یک برادر ما سوال کرد که چرا رئیس قندار را تبدیل کردی. بله امین دلیل چی است؟ معجزه است که تو مسئله شخصی خودت تو را خوش نداری، نفر خود میخوای مقرر کنی. دلیل سوم نامنی ها در کشور سایس بله. نامنی های اخیر در کشور ایر قبول دارم امراید که یک تقریبا در معاجه برابر میشد و دلیل چهارمش مسئله استجواب بود که استجواب پیش از اینا یک بار که نامدن مصروف بودن معاون خود روان کرد که ما اجازه نداد تالار که نبین و دفعه دوم خودش آمد او دلیل بله. معاجه شده نتانست تشکر. و نامنی های کشور هم باشه جواب گفتم. آقای مجیدی دلایلی که شما ارائه کردین مستدل نبوده، شما روی مسائل جزئی پرداختین، اونها یک طرفدار استیزا بودین. ببینید من قبل از اون میخوام بگم که یکی از دلایل موجهی که قطعا من دارم و طرفدارش نیستم این هست که تشکیلات دولت با این عرض و طول و با حدود بخش نظامی و ملکی در حدود 900,001,000,000 اینا به خاطر ساخته شده که هر کدام به وظیفه خود بپردازه. وظایف اصلی نهاد امنیت ملی چیز دیگری است، کش استخبارات، اطلاعات و بالاخره دفع بعضی توطئه ها و گپایی که در افغانستان و در کشور ما اتفاق میفته. اما اگر آقای زازهی که همکار بسیار خوب ما هستن، سالها ما کنار هم بودیم و یا ما این را رد میکنیم که امنیت ملی به مسائل سیاسی نپرداخته و قطعا وقت خود را به این ترتیب گذرانده، یعنی بیشتر از اینکه به وظایف اصلیش بپردازه، یکی از تشویش ها و نگرانی ها دگران کلان و بزرگ همی بود. و منطقشان هم یه است که در قانون در یکی از قوانین افغانستان نامده که ببینید اگر در قانون نیامده شما یک جورنالیست و یک خبرنگار بسیار ورزیده و لایق هستید، شما نمیتونید که مثلا کارهای دیگه هم مثلا در کنار این پیشه پیش ببرید. وظایف مشخص هست، تفکیک قوا صورت گرفته، سه بخش قوا ما داریم، در بین این قواها که قوا اجرایی هست و در بخش حکومت ما نهادهای مختلف، بخشای ملکی، بخشای به طور مثال شما نمیتونید بگید که در قانون برای وزارت انرژی و آب مثلا وظیفه سیاسی داده شده یا نشده، با تفصیل نیامده ولی وظایفشان مشخص هست. سپاسگزارم آقای مجیدی، پس از وقت من گپای شما رو دنبال میکنیم، رفت برگشت کوتاهی میداشته باشیم، همچنان بنده بحث باشید.
تماشاگر فراخبر از تولو نیوز هستید و باز هم خوش آمدید آقای مجیدی. به مسائل میپردازیم، شما گفتین به جزئیات پشت پرده میپردازیم که چرا وکلا متفرق شدن و خیلی هم طرفدار استیضاح نبودن، چی موارد در بر میاد؟ ما با حالت خوبی را ندیدیم در مجلس. ما گفتم باز تکرار میشه، توقعی می بود که باید همه نمایندهایی که طرفدار همو ادامه کار آقای استانکزای در مجلس بودن باید میامدن از حق رای خود استفاده میکردن. نماینده ای که این جسارت و این جرأت نداشته باشه که بیایه از حق رای خود یا بگویه بله یا بگویه نه، درست؟ که ما او کار کردیم، ما استفاده کردیم از حق رای خود، این جسارت نداشته باشه او در حقیقت رازهای پنهان پشت پردی و حرف و حدیث های با امنیت ملی ترتبا داشته. من همکارای خود همه را به این متهم نمی کنم، اما تعدادی از نماینده های در شورای ملی متاسفانه ما داریم که نمیاله حداقل 50 تا 100 تا دوسیه خلافکاری های خود نماینده در نزد امنیت ملی با سند و ثبوت گذاشته در طاق بالا، در زمان لازم ازشون استفاده کنه. من فکر میکنم که یک سلسله حراس و یا ترسی هم نماینده ها داشتن که امروز مجلس رو ترک کردن. دلیل ترک کردنشان نمی بود که دیده میشدن در زمان استفاده از حق رای خود، اینو دیده نمیشن، میرن پشت صندوق از رای استفاده میکنن، تیک میزنن یا بله یا خیر یا تایید یا رد. اما در حالتی که اینا از تالار کمپاینی که قبلا شده بود و اما برنامه ای که شده بود در قبل که اینا باید از تالار بیرون شوند و چون دیده میشه وقتی که نماینده از تالار بیرون میشه و این خلاف همو توقع مردم است که باید اینمی جرأت نماینده داشته باشه و بره از حق رای خود که مردم برش اعتماد کردن از او استفاده. آقای استانکزای به آنچه که آقای مجدی میگن داره سو استفاده میکنه از آنچه که قدرت امنیت ملی است در برابر اونایی که پرونده دارن در امنیت ملی. ببینن اگر اونا میخواست که سو استفاده بکنن در جلسه استجوابیه ما سوال کردم از پیشش که در امی تالار یکی دو سه چهار وکیل است که هر روز میگه که شما طالب هستین و شما داعش هستین و مایی داریم، مایی اسناد داریم. ما از او که سبا سوال کردم که مهربانی کنین بگوین آله هر روز در وقت امتیازی بریکینگ نیوز جور میکنین مهرمال بگوین، مگرم باور به خدا کنین 3-4-5 نفر هستن بار آمدن در کافی شاپ تا آخر در کافی شاپ شیشتن نامدن که بر استانکزای رو برو بگه که اینی گم. امروز هم شما متوجه بودین امو وکی سبایی که بسیار داردار استزار داشت امو چند نفر و نما رو به خدا باور کنین که امروز شما سوالا شدیدین در مورد طالب سوال کرد، در مورد داعش سوال کرد، او سیدیای هنرمندا را که می آورد که اینی داعش است اینی طالب از دینه شما حمایت میکنن کجا بود او سیدی امروز؟ خب وقتی چرا نورد بزرگی وارد میشه اینال گپ امنیت ملی و قضا چی کار میکنه چرا دنبال میشه؟ من میگم که اینال در هیچ یک حالت اگر مثلا استانکزای میخواست که سوء استفاده بکنه و یا تحریک بکنن. آقای زازای وقتی اتهام وارد میشه به آقای استانکزای این که برمیگرده به شخصیت کاری و فردیشان اعاده حیثیت بکنن، اکنون دهها دوسیه دهها اتهام وارد است برای آقای استانکزای. مثلا نگهداری طالب و داعش در میمانخانه‌اش، دوسیه سازی بر شخصیت‌های کلان کشور یا ترور شخصیت‌های امنیت ملی که اونها به نفعشان نیستن. خب این مراحل کار امروز کردن امروز کرده میکاره. ببینن برای کابینه که ما رای میتیم و یا برای رئیس امنیت ملی رای میتیم به معنای ازی سرازی اعتماد میکنیم که امو کارهای خود به درست مستقیم با منافع ملی پیش ببره. زمانی که از اونا ما پس استضاع میکنیم وضاحت میخواییم و یا اونا را سلب صلاحیت میکنیم به معنای ازی که شما ناکارا بودین و اگر پس دوباره بر از او صلاحیت میتیم به معنای ازی که تمام اتهامایی که بالای شما بود غیر وارد بود، وارد نبود. امروز شما دیدین در 41 رای رد داشت، 41 رای رد، 44 یا 41 رای رد داشت. دیگه همگی شما ببینید در استیزا مسئله نصاب که هست، رای سفید، رای باطل و رای که کس استفاده نکنه و رای کس که غیر حاضر نبه، همگی در مثبت استیزا کننده میشه، کس استیزا شونده میشه. شما امروز دیدین که براءت پیدا کرد. براءت به معنای ازی تمام اتهاماتی که علیه
ستانگزای امی برادرها کرده بود اونا را کس قبول نکرد و اینا برات پیدا کرد. در همین جا اتهام دیگه وارد است که آقای مجیدی اشاره کردند که دوسیه دارن اینها و حتی بحث مالی مطرح بوده در مجلس اماره که پول توزیع میشدن، حتی مسائل مطرح هستند که سوالها برای نمایندگان داده میشه پیش از پیش که این سوال را بپرسن. خب متاسفانه در افغانستان امی رواج است که یک کسی که اگر رای زیاد بگیره بازمه که پیسه زیاد داشت یا پیسه داد، و یک کسی که از یک جای برات پیدا کنه بازمه که این معامله کرد. برای ما بسیار آسان است که بگویم، مگر مگه سند کسی داره سر میز نشان بده که این وکیل ما برتون میگم به عنوان یک ژورنالیست از شما یک سوال میکنم. همین کسی که میگه که وکیل ترسید به خاطر ازی ترسید که این دوسیه داشت، امی یک خط دوسیه زور دمیجه خوب نشان بده که اینی خطا داشت، نام از موکیل خو بگیره، امی جرات خو کنه، هر کسی که باشه، دوست عزیز امام مجیدی صاحب نه، هر کسی که باشه امی نام موکیل خو بگیره. امی امروز که برآمد، امروز تقریبا 100 وکیل برآمد از پارلمان، بله. از تالار برآمد، دمی 100 یک نفر نامش بگی که دوسیه داره، من کدت قبول میکنم، نشان بده سندش. این گپایی که در بیرون زده میشه، از هان مردم مخصوص میشه، این متاسفانه رواج مردم افغان شدن، خصوصا از سیاسون، از ما مردم شده. اگه چیزی کرده تانستیم خوب، اگر نمیگم والا فلانی پیسه داشت، فلانی زور داشت، فلانی دا، او برادر. الان امروز ما دیدیم که 100 وکیل پارلمان برا، من خودم استاد شدم، نبرم تشکر از شما مجیدی صاحب، شایست خودم آمدم رای دادم، بله. آقای مجیدی اشتراک کردم. صحبت های امروز آقای ستانگزای را آقای زازای میگن که براعت حاصل کردن، یعنی اون چیزی تاماتی که وارد هستن این گونه نیست. ما با قسمت اما عمده حرف های همکار خود موافقم، ولی من گفتم با اصل من مخالفت دارم. قطعا ما نظر ما این بود که باید همه در مجلس حضور می داشتن. مثل که این جسارت آقای زوزه داشت، آمد رفت در جمع همین 19 رای تایید، مطمئن هستم یک رای از آقای زوزه است، رای تایید داد. این حق با ما قانون داده و توقع مردم هم همین هست که باید این کار ما میکردیم. اما در قسمتی که ما قطعا موافق هستم، اگر آقای ستانگزای حتی میتونست امروز از چهره های غیر موافق و مخالف اگر موردی می داشتن که گفتن آقای زازه پیشترش را داشتن به او که تخلفات کارهای غیر قانونی، غیر اصولی و قانون شکنی می داشتن، ما شخصا بنامدگی از ما توقع می بود که آقای ستانگزای می آمد استاد می شود می گفت شما نام می گرفت و شما در اینجا ای کار کردید که مردم هم چهره ها را می شناخت. حالا زازه صاحب از طرف مقابل از ما خواستن که ما چرار نشان بدم، به نام بگیرم، من یک مورد به شما بگیرم بدون ذکر نام. وقتی من رای دادم و از مجلس آمدم بیرون، در لابی استاده بودم، یکی از نماینده ها دیدم، با او اول پرسید کدام، گفتم چی کردی، چرا تو در تالار نبودی؟ گفت نه، از جمله کسی بودم که آمدم بیرون. گفتم چرا؟ گفت که ما غریب مردم هستیم، سر انتخابات هم هست، کدام جنجال کلان برای ما جور نکنه. ببینید، پس معلوم میشه که امنیت ملی یک نهاد ترسناک و وحشتناک است برای حتی نماینده مجلس، برای کسانی که ریگ در کفش دارن، بله، برای کسانی که کارهای غیر قانونی و سوء استفاده از صلاحیت ها، وظیفه وکالت و یا هر وظیفه دیگه دولتی میکنن، یک نهاد بسیار ترسناک است. پس چرا این نهاد ترسناک هویت این افراد را افشا نمی‌کنند؟ شما پیشتر خودتان گفتین که در همین مواقع که استضاء صورت میگیره، باز همین کفش ریگ است که اینها را تابع میسازه و بیرون میکشانه. ما این نظر ما هست، ولی تعدادی هم احتمال داره که وجود داشته باشند که قطعا قانع شدن، قناعت کردن به کارکرد خوب ریاست امنیت ملی تحت مدیریت آقای ستانگزای. یعنی ما قطعا مخالف قطعی کار آقای ستانگزای و امنیت ملی نبودم و نیستم، ولی من تشویش دارم، من نگرانی دارم. امنیت ملی ناتوانی داشته؟ قطعا داشته، قطعا کمکاری داشته، من دارم، شما دارین، انسان ها همه گی خطا میکنن، همه مشکل دارن، و ایره باید ام تشویش و نگرانی مردم افغانستان و نماینده های مردم افغانستان باید رفع کنم. من یک مورد دیگه اشاره میکنم، وقتی بحث در ابتدا بود که
این مورد قانونی هست، حق داریم که رئیس امنیت ملی را مورد استضاء قرار بدیم یا نه. من رفتم به رئیس امنیت ملی گفتم، ازش خواستم، گفتم آقای رئیس بیاید شما همین را پاسخ بدید به مردم، امیر پاسخ بدید که شما حاضر هستید که به مردم و افغانستان پاسخگو باشین یا جوابگو باشین، به مشکلات و سوالاتشان جواب بدید. این همین مشکل ما که در بین ما هست از لحاظ قانونی که حتی به کمیسیون هم راجع شده، این همین مشکل مردم افغانستان حل آقای جزای، مشکل در کجای کار بوده که آقای استانگزه یک چهره جنجال برانگیز بوده؟ مثلا در وزارت دفاع پیشنهاد میشن رد میشه، همواره کار امنیت ملی در مجلس در بین مردم بیشتر جامعه مدنی یا رسانه ها نقد و بررسی های داشتن، چرا این گونه یک چهره بوده آقای استانگزه؟ متاسفانه من باز میگم در افغانستان کسی که به صداقت کار میکنه و مدیریت خوب داشته باشه، سیاسون دورو پیشش که اونا از او ترس داشته باشه که ولی ای خو از ما که خوب مدیریت کرد و یا میکنه و یا اینا دیگه هم قابل رشد است رشد میکنه، اینا برشان بازمی می کپاره میکنه. کجای این مدیریت حاکم مدیریت سالم است؟ مثلا در پایتخت در مرکزی ترین نقطه چارای صدارت، چارای زنبق یا دیروز، اینها مواردی هستن درشترین خبرها بودن که قبل از این بیشترین کشته ها را داشتن. به این نمونه که در گذشته هم نبودن، قبل از این ازی کده بسط ها زیاد شده. ما پیشترم برای در تلویزیون رادیو آشنا چی داشتم، مصاحبه داشتم، در اونجا گفتم که ما به تغییر کردن چهره ها هیچ وقت در نظام خود، در وزارت های خود تغییر آورده نمیتانیم، یعنی اصلاحات آورده نمیتانیم. احمد بره محمود بیا میگه زو خوب باشه، من برتان میگم ببینین امنیت ملی کشور ما بودجهشان شما ببینین که چقدر است و از کجا میاد و استخبارات منطقه، جنگ افغانستان، جنگ منطقه، یا همه گیشان باید ما شما ببینیم بعد از او باز بگیم که موفق است یا نیست. ممنون از حضور شما آقایان فرهاد مجیدی و عبدالقادر زازای و تندوس نمایندگان مردم در مجلس. از شما هم تشکر میکنیم که برنامه ببینید. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. مرشد سرشناس هندی به دلیل تجاوز به دختر نوجوان به حبس ابد محکوم شد. آسارام باپو، مرشد هندی که مدعی است میلیون ها هوادار در سراسر جهان دارد، در دادگاهی در ارتباط با اتهام تجاوز مجرم شناخته شده و به حبس ابد محکوم شد. دادگاهی در شهر جوداپور در ایالت راجستان رأی داد که آسارام باپو به دختر 16 ساله در سال 2013 در دایره خود تجاوز کرده است. این مرشد 77 ساله هندی در سراسر جهان نزدیک به 400 دایره دارد که در آنها یوگا و مراقبه تدریس می‌گردد. آسارام باپو مدعی است 40 میلیون هوادار دارد. او با یک اتهام تجاوز دیگر در ایالت گجرات نیز روبرو است. در جریان محکمه 9 شاهد از سوی هواداران باپو مورد حمله قرار گرفتند که 3 نفر از آنها جان خود را از دست دادند و یکی از شاهدان ناپدید شده است. به گفته خانواده این دختر، آنها به جوداپور نزد این مرشد مذهبی رفتند و آسارام باپو دخترشان را به اتاقی برد و زمانی که پدر و مادر وی بیرون اتاق مشغول دعا خواندن بودند و دخترشان تجاوز کرد. پلیس میگوید این مرشد هندی دختر را تهدید کرده بود که اگر حرفی بزند خانواده‌اش را خواهد کشت.